من خیلی دوست دارم اتفاقا منم خیلی دوست دارم به خاطر همینه که تصمیم گرفتم در مورد این کاراکتر یه ویدیو بسازم توی این ویدیو قرار بفهمیم اگر بچه یه کاراکتر واقعی بود چه شکلی میشد ببین آه. دیگه وقتی میگم دوستت دارم جنب داشته ولی ما ویدیو رو در هر صورت میسازیم ما برای ساختن این کاراکتر البته تو دنیای واقعی اول از همه صورتش رو باید در نظر بگیریم بعدش میایم اجزای صورت رو بهش اضافه میکنیم چشم ها دهن و دماغ و سایه هایی که روی صورت میفته موها رو در نظر میگیریم و اون رو میذاریمش روی یک بدن البته لباس آوی که همیشه تنش هست رو هم بهش میپوشونیم نتیجه نهایی کار رو میتونید آخر ویدیو ببینید فعلا فتوشاپ باز میکنیم کارمون رو شروع میکنیم من یکی از اسکرین شات های مشهور برنامه مهمونی رو واسه این کار انتخاب کردم میخوام از همین تصویر به عنوان بیس استفاده بکنم اول از همه دنبال اینم که ببینم اجزای صورتش دقیقا تو چه محدوده ای قرار میگیرن به خاطر همینه که بهتره که به جای اینکه از خود این تصویر به صورت خام استفاده بکنی یک رفرنسی رو برای خودمون در نظر بگیریم آوتلاین ها مشخص میشن بعد از اون دیگه میتونیم حتی تصویر اصلی رو پاک بکنیم اینجوری دیگه جزئیات به درد نخورش الکی مزاحم ما نمیشه این توضیح هم بهتون بدم که من این آوتلاین ها رو با ابزار پنتول کشیدم ابزار پنتول رو سمت چپ میتونید پیدا بکنید که یکی از دقیق ترین ابزارهای فتوشاپ مخصوصا برای رسم کردن چنین خطوطیه من قبلا یه ویدیو کامل در مورد این ابزار ضبط کردم که لینکشو این بالا میذارم اگر دوست دارین برین چک بکنید صفر تا صد پنتول رو اونجا بهتون توضیح دادم اما الان مسئله که وجود داره اینه که ما این آوتلاین ها رو باید با پوست صورت با اجزای صورت پر بکنیم قبل که من یه چنین ویدیویی رو برای کاراکتر کلا قرمزی ضبط کرده بودم یه تصویری انتخاب کردم که صورت ککومکی داشت احساس کردم که اگر کلا قرمزی قرار باشه یک موجود واقعی باشه احتمالا روی صورتش این ککومک ها و این لکه ها دیده میشه اما اینجا باید بچه باشه به خاطر همینه که اومدم سراغ این تصویر توی این تصویر دو تا ویژگی وجود داره اولیش خیلی کیوته دومیش نور مستقیما به صورت تابیده و دست من برای سایه زدن های ادامه ویدیو بازتره تقریبا راست و چپ صورت تقریبا تو یک سطح نوری قرار گرفتن اما یه مشکلی داره این چونه ها رو ما از دست دادیم من باید چونه ها رو کامل داشته باشم به خاطر همینه که میتونم بیام از یه تصویر دیگه استفاده بکنم که این تصویر به مراتب از قبلی کیوت‌تره فقط بحث این میمونه که ما چجوری این دوتا رو با همدیگه ادغام بکنیم که ادغام کردن برمیگرده به فرایند ماسکینگ توی ماسک کردن ما باید تمام بکگراندی که احتیاج نداریم رو از بین ببریم محدوده که من دنبالش میگردم خود خود صورته به خاطر همین هستش هم که خیلی ساده میتونم بیام اینجا ماسکش کنم من در مورد ماسک ها هم قبلا یه ویدیو ضبط کردم که تو دل یه دوره آموزشیه اما به صورت خاص در مورد ماسک ها یه ویدیو جداگونه گذاشتم بازم مثل همیشه لینکشو این بالا میذارم اگر دوست دارین برین چک بکنید مفصل در مورد ماسک ها صحبت کردم به چنین تصویری میرسیم این تصویر فقط صورت یکی فقط قراره که از چونش استفاده بشه اما محدوده که اضافی زیاد داره مثلا من چشم این کودک رو نمیخوام برای اینکه اینو بتونم اصلاحش بکنم میتونم بیام این پایین روی گزینه ماسک کلیک بکنم ماسک سفید که ایجاد شد میرم سراغ قلمو و رنگ سیاه البته قلموی بزرگتر و هاردنس پایینتر شروع میکنم این رو آروم آروم محو کردن تمام قسمت هایی که احتیاج ندارم باید به درستی محو بشن لبها هم جزشه این میشه نتیجه کار تمام کاری که الان انجام دادم تو همون ویدیوی ماسک ها که بهتون معرفیش کردم وجود داره و با دیدنش کامل میتونید به این موضوعات مسلط بشین. من الان تونستم قسمت چونه رو اصلاح بکنم اما از نظر رنگی و نوری مشکل داره. من فکر میکنم که این قسمت چونه چون نور نمیخوره باید تیره تر باشه. به خاطر همینم هم هستش که میام این پایین از این قسمت اجاسم لایر گزینه کرو رو باز میکنم و این رو میکشم پایین. وقتی که شما این کار رو انجام میدین میبینید که کل کروتون داره رو تمام لایهها تاثیر میذاره و صورت رو هم تیره میکنه. و ما فقط قسمت چونه رو میخوایم تیره بشه به خاطر همینم هم هستش که باید بیام از این قسمت گزینه کلیپینگ ماسک رو فشار بدم تا این ماجرای کرو محدود بشه به لایه پایینی خودش اما الان مشکل دوم به وجود میاد اونم اینه که سیاه شده تیره نشده فقط سیاه شده ما اینو نمیخوایم وقتی که پوست صورت تیره میشه باید جدا از سیاهی که ایجاد کردیم اصلاح رنگش رو هم انجام بدیم من این کار رو میتونم تو همین کرو انجام بدم میتونم بیام یه خورده به این پوستمون قرمزی اضافه کنم میتونم برم یه خورده تو بخش آبی ها و آبی رو کم بکنم که نتیجهش میشه زیاد شدن زرد بعدم نمیاد که بیام از قسمت اجاسمن لیرها یه کرو دیگه باز بکنم برای اصلاح کردن این صورت این بار دیگه خیلی ساده میتونم رنگ رو یه خود تقویت کنم یادمون نره که کلیپینگ ماسک رو حتما بزنیم الان من باز دوباره میام نور رو زیاد میکنم همین اندازه به نظر کافی میاد فقط کافی که با تکنیک ماسک برعکس شروع بکنم و این قسمت پایین رو خیلی آروم رنگ آمیزی کردن تا پوست این سمت صورت هم اصلاح بشه فکر کنم نتیجه کار بد نشد حالا اگر که من زوم رو زیاد بکنم میبینم که تو بافت پوست صورت یه سری دوندون ها هست یه سری حالت نویزی شکل وجود داره که توی پوست چونه که از تصویر دوم اومده این نویز وجود نداره و ما باید به وجود بیاریمش همه چیز فقط تنظیم نور و رنگ نیست بافت هم باید یه جور باشه به خاطر همینه که من میام از این لایه که داشتم روش کار میکردم تا بالا تا اجاسم لیرهای اون لایه رو انتخاب میکنم با زدن کنترل آلت ای یه دونه لایه مرد شده ازش میسازم الان دیگه میتونم برم از قسمت فیلترها گزینه پیکسلیت و بعد آخری این گزینه رو انتخاب بکنم یه محدوده حدودا سه یا چهار بذاریم انتخابش میکنم و کلید اوکی رو میزنم عالی شد عالی شد دقیقا همون پترنی که اینجا هست الان اینجا هم به وجود اومد یه خود قوی تر که من خیلی ساده میتونم اون رو کنترلش بکنم و کم رنگش بکنم اما دوست دارم مثل همین افکتی که این بالا هست مثل همین تکسیر یه خود تار بشه به خاطر همینم هم از قسمت فیلترها میرم سراغ بلر و بعد گاوشن بلر رو انتخاب میکنم حدودا بذارین این هم بذارمش روی سه حدودا به اندازه سه پیکسل اون رو تار میکنم اما رنگش هنوز درست نشده و سیاه باید مثل این بالایا بشه که خیلی ساده بلندینگ مودش رو میتونم بذارم رو حالت صاف لایت. اگر که من الان زوم رو عقب بیارم میبینیم که صورت بسیار طبیعی داریم البته بعدم نمیاد که باز دوباره من یه مرج بزنم توی لایه مرد شده شروع بکنم با ابزار هیلینگ براش تول یه سری لکه های مثل این رو اصلاح بکنم حالا وقتش که اجزای صورت رو پاک بکنیم تا فقط پوست صورت باقی بمونه پس میتونم بیام اینجا ابزار پالیگونال لسا تول رو بردارم دور تا دور هر چیزی رو که نمیخوام خط بکشم و بعد با نگه داشتن کلید شیفت برم سراغ عضو بعدی صورت مثلا من چشم ها رو پاک میکنم مثلا دهن رو هم پاک میکنم فکر کنم بعد نباشه اینجوری اگر مخاطب قدیمی کانال من بوده باشین نمیدونیم که بعد از سلکشن باید چی کار بکنیم باید بریم از قسمت فیل یا کانتن اور فیل این رو پاک بکنیم اما این فیل و کانتن فیل کجاست بهتون میگم از منوی ادیت میتونم بیام گزینه فیل یا کانتن اور فیل رو انتخاب بکنم کانتنت اور یه خود ای تره برای فتوشاپ های جدیدتر فیل قدیمی تره من از همون فیل استفاده میکنم کانتنت رو روی کانتنت اور قرار میدم و اپاسیتی 100 درصد و کلید اوکی رو فشار میدم عالی شد فقط بعد از زدن کنترل دی و پاک کردن این سلکشنمون میتونم دوباره برم سراغ ابزار هیلینگ براش تول و یه خورده این جزئیات کجوکوله رو هم اصلاح بکنم در مورد کلاه بالا هم خیلی نگران نیستیم به خاطر اینکه قرار مو اضافه بشه و کلاه اصلی بیاد و ماجراها داریم فقط الان کافیه که من الان خود این تصویر رو بگیرم بیام اینجا روی عکس اصلی خودم رها بکنم خیلی گنده ولی عیب نداره میتونم یه کنترل تی بزنم زمان که هندل ها ظاهر شد یه راست کلیک بکنم و گزینه ورپ رو فشار بدم البته به نظرم بهتره که یه خود اولین رو کوچیکش بکنم چون من که میدونم اول آخر لازمه که این کار رو انجام بدم پس بهتره که این رو یه خود کوچیکش بکنم تو محدوده اصلی خودش حدودا قرار بگیره مثلا فکر کنم اینجا باشه خوبه الان شروع بکنم به یه راست کلیک کردن و گزینه ورپ رو زدن که این کار قشنگ میتونه تصویر ما رو داخل این آوتلاین هایی که رسم کردیم فیت بکنه فقط کافیه که هی جلو عقب بکنیم و این کار رو انجام بدیم فقط برای کنترل بیشتر گاهی اوقات بعد نیستش که بریم سراغ منوی فیلتر و بعد گزینه لیکویفای رو انتخاب بکنیم یه سری جزئیات رو با لیکویفای اصلاح بکنیم مثلا این گوشه رو من میتونم با لیکویفای اینجوری بدم داخل یا این سمت رو بدم بیرون اینجا رو مثلا میدم داخل یه خوده میکشم بیرون همینجوری مقیه موارد رو اصلاح میکنم تا دقیقا همه چیز فیت همین آوتلاینی باشه که رسم کردیم و این میشه نتیجه کار تا همین الان میبینید که دقیقا همه چیز مطابق لاین های ما هست من برای درست کردن دهن هم تصمیم گرفتم از این تصویر استفاده بکنم این جوریه این گوشاش پایین خوبه جواب میده برای انتخاب کردن دقیقا همون مراحل قبلی رو میرم یعنی میام سراغ ابزار لس و طول شروع میکنم محدوده کلی دهن رو البته با سایه های اطرافش انتخاب میکنم کنترل سی رو میزنم میرم رو تصویر اصلی خودم کنترل وی رو فشار میدم دهن پیست میشه جای دهن رو باید با زدن کنترل تی اصلاح بکنم قشنگ جاش رو بچرخونم و حدودا جای درستی رو براش در نظر بگیرم که اینجاست بعد از اون دیگه با ورپ و میتونم قشنگ رو اصلاح بکنم مثلا الان میام اینجا ور فشار میدم این رو میارم پایین این گوشه هاش رو قشنگ میبرم بالا اینجوریش میکنم دهن یه خود باید نازک بشه چرا این حرفو میزنم بزنیم بیام این بالا تیک رو فشار بدم این لایه رو روشن بکنم میبینید دیگه دهن خیلی نازکه یه خود جزئیاتش رو هم توی لیکوی فای اصلاح میکنم حالا وقتش که بیام این پایین گزینه ای ماسک رو فشار بدم تا یه ماسک سفید جلوی لایه دهنمون ایجاد بشه آوتلاین ها رو هم میتونم موقتا محو کنم الان میرم سراغ قلمو و البته رنگ سیاه شروع میکنم به محو کردن لبه های این دهن و بازم مثل گذشته زومو که عقب میارم میبینم مشکل نوری و رنگی داره که بازم دوست دارم برم سراغ یه کرو کرو باز میکنم فکر کنم یه خورده باید روشن بشه اما روشنایی کرف خیلی فایده نداره من دوست دارم یه خود قرمزتر و نارنجیتر و زردترش بکنم که این میشه نتیجهش این قبل از اعمال کرف این میشه بعدش چشم ها رو من دوست دارم که از همین تصویر وردارم فکر کنم چشای خوبی داره خوشبختانه خیالمم راحته که مشکل اصلاح نور و رنگ و بافت پوست صورت هم نداریم چون دقیقا همون پوست صورته پس میتونم اینجوری انتخابش بکنم کنترل سی رو فشار بدم این سمت کنترل وی رو بزنم عین مراحل گذشته آوتلاین رو فعال میکنم و یه کنترل تی میزنم تا بتونم جای این چشم رو درست بکنم باید بچرخونمش کوچیکش بکنم با ورپ و لیکویفای اصلاحش بکنم دیگه برای این دوتا چشم بهتون چیزی رو نشون نمیدم اما بدونید که این میشه نتیجه نهایی کار البته نتیجه نهایی کار که نه نتیجه کار تا اینجا یه ویدیو اما قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ ادامه ویدیو باید به دوستانی که برای اولین بار دارن یه ویدیو از کانال من نگاه میکنن بگم که من توی کانالم آموزش فتوشاپ میدم قراره که به زودی وارد بقیه نرم افزارهای گرافیکی هم بشیم اما فعلا تخصصی روی فتوشاپ کار میکنیم هیچ وقت هم فوتوشاپ رو کنار نمیذاریم از آموزش سطح خیلی خیلی پایین داریم توی کانال تا آموزش های حرفه ای اگر که این ویدیو رو تا اینجاش پسندیدین لایک کردنش رو فراموش نکنید و با گذاشتن کامنت انگلیسی میتونید خیلی به من انرژی بدین از همه مهمتر اگر با محتوای من حال میکنید زیر این ویدیو رو دکمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید که خیلی مایه دلگرمیه الان وقتش بریم سراغ آخرین جزء صورت یعنی موها اما به خاطر که من تصمیم گرفتم که یه کلاه حسیری برای این کاراکتر خودمون در نظر بگیرم چون بعضی اوقات با کلاه حسیری خودش میاد اول از همه کلاه رو میذارم چون وقتی بخوام مورد من تنظیم بکنم کاراشو بکنم بعد یه کلاه بیارم بذارم روش یه بخش زیادی از موهامون از دست میره خب چرا از همین الان بخوام روش وقت بذارم بهتره که اول برم کلاه و وارد تصویر بکنم بعد گوشه هاش موها رو اضافه میکنیم من برای اون کلاه حسیری اومدم از این تصویر استفاده کردم خوشبختانه سلک کردنش هم خیلی کار سختی نیست خیلی ساده من میتونم بیام اینجا ابزار کویک سلکشن تول رو بردارم و فقط کافی که روی این کلاه بکشم خود فتوشاپ محدوده ای که من دنبالش بودم رو برای من انتخاب میکنه بعدش هم که اون رو تبدیلش میکنیم به یک ماسک تا بقیه که ما نیاز نداریم پاک بشه و اون رو خیلی ساده میتونیم بگیریم و ببریم روی تصویر اصلی خودمون رها بکنیم جاش مشخص دیگه بعد جای پس کنترل تی میزنم و اصلاح جا و چرخش و این داستاناش رو انجام میدم الان دیگه وقت اضافه کردن موهاست موهایی که من دوست دارم برم از این تصویر برشون دارم قبلا این کارو انجام دادم سلکت کردن موهای خود کار سختیه قبلا تو یه ویدیو من توضیح کامل سلکت کردن اجزای سخت مثل موها رو توضیح دادم که لینک بالا براتون میذارم اما فعلا میام مستقیما از ماسکی که دارم کمک میگیرم نایس nice. حالا برای اصلاح بعضی از قسمت ها مثل این خطی که اینجا افتاده و اصلا طبیعی نیست یا مثلا اضافه کردن یه سری از موهایی که از زیر کلاه میتونه بیرون بیاد میتونم بیام از یه قلموی خاص استفاده بکنم قلمو رو ور میدارم یه راست کلیک میکنم میرم سراغ بعضی از قلموهایی که من از قبل توی فتوشاپ بازشون کردم مثلا میتونم اینو انتخاب بکنم یه خود کوچیکش میکنم و همینجا یه دوبار کلیک میکنم الان این واسه خودش یک لایه جداگونه است اینو یه کنترل تی میزنم و جای مناسب خودش زیر کلاه قرار میدم و اینجاست که میتونیم ادعا بکنیم اجزای اصلی صورت رو ساختیم و کنار هم دیگه گذاشتیم فقط این زمانی خودش رو خیلی خوب نشون میده که سایه ها اضافه بشن مثلا مهمترین سایه ای که به چشم میاد همین سایه کلاهه من میتونم بیام اینجا لایه ای کلاه رو انتخاب بکنم بیام از قسمت اجاست ملیر ها گزینه رو بزنم اون رو تا اونجا که میشه تیره بکنم البته حواسم باید باشه که این رو حتما کلیپش بکنم به لایه پایینی خودش یعنی لایه کلاه بعد از اینکه این اتفاق افتاد میتونم بیام ماسک این کرو رو انتخاب بکنم روی کیبوردم کنترل آی بزنم تا اینورت بشه بعد برم سراغ قلمو و بعد رنگ سفید البته بذارین من برم سراغ همون قلم های عادی فتوشاپ مثل همین مویی که دارم قلموی دایره ای که وجود داره یه خود هم اپاسیتی رو کمتر میکنم که کنترل بیشتری داشته باشم و بعد شروع میکنم مثلا زیر کلاه رو تیره کردن قاعدتاً به زیر کلاه نباید هیچ وقت نور بخوره من کاملا زیر کلاه رو تیره میکنم یا حتی خود کلاه رو هم میتونم این قسمتش رو تیره بکنم البته اگر که مثل من دوست دارین که منبع نورتون از سمت راست تصویر وارد بشه باید سمت چپ کلاه رو مثل من تیره بکنید این میشه سایه ای که روی خود کلاه قرار میگیره اما این کلاه روی صورت هم سایه میندازه صورتمون کجاست میتونم بیام اینجا لایه صورت رو انتخاب بکنم دوباره عین تکنیک گذشته کرو رو باز میکنم اون رو قشنگ تیره میکنم بعد از اینکه به چنین وضعیتی رسیدیم میتونم این رو ببندم حالا ماسکش رو با زدن کنترل آی اینورت میکنم و دوباره شروع میکنم به این سایه اضافه میکنم من همینجوری شروع میکنم سایه های مختلف رو روی اجزای مختلف صورت رسم می‌کنم یه بدنم بهش اضافه میکنم که خیلی کار سختی نیست یه بگگران براش میذارم و بگگرانش رو تار میکنم که اینا همه مسائلی که توی ویدیوهای گذشته من در موردشون خیلی صحبت کردم همه این موارد هم چیزایی که اگر توی کانالم نگاه بکنید آموزششون رو میتونید به صورت جداگانه و کامل پیدا بکنید نتیجه نهایی کار هم میشه این از اونجا که ویدیومون طولانی شده دیگه بیشتر از این وقت رو نمیگیرم اگر با ویدیو حال کردین حتما اونو لایک بکنین و کامنت انگلیسی بذارین کانال رو هم که حتما فراموش نکردید اگر همچنان دوست دارین دو فضای آموزش فتوشاپ باقی بمونید میتونید روی یکی از این دوتا تا ویدیو که رو صفحه بهتون پیشنهاد میکنم کلیک کنید و ادامه آموزش های من رو هم ببینید ازتون ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه هم من بودین خدا نگهدار